استاد خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدید میخوایم دوباره با همدیگه یه مثال حل کنیم این مثال اینجوریه که از ما خواستم مقادیر از x رو به دست بیاریم که به ازای اونها x به اضافه سه بزرگتر از 5 باشه اگه یادتون یعنی باشه ما یه استراتژی داشتیم برای حل این سوالا میگفتیم قدر مطلقه عدد یعنی فاصله اون عدد از مبدا پس وقتی به ما میگن قدر مطلق x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 باشه یعنی فاصله x به اضافه سه از مبدا بزرگتر مساوی 5 و ما باید مقادیری از x رو پیدا بکنیم که به ازای اونها فاصله x به اضافه سه از مبدا بزرگتر مساوی 5 باشه بعد می اومدیم بعد از اینکه این, که این سوال و صورت رو به این صورت تغییر می, دادیم می اومدیم محور اعداد میکشیدیم وقتی که مهور اعداد میکشیدیم اولین کاری که میکنیم یه جا رو مبدع قرار میدیم میگیم که خب اگر این مبدمون باشه ما میخوایم ایکس هایی رو پیدا بکنیم که به زای اونها x به اضافه سه فاصلش از مبدع بزرگتر مساوی 5 باشه اولا ببینیم کجاها x به اضافه سه فاصلش بزرگتر مساوی 5؟ برای مساوی 5 بودن فاصله ما 5 واحد از مبدا دور میشیم تا ببینیم در چه نقطه‌ای فاصله فاصله از مبدا مساوی 5 تو نقطه x مساوی 5 در سمت مثبت مبدا ما فعلا داریم بررسی می‌کنیم تو نقطه x مساوی 5 فاصله از مبدا دقیقاً برابر 5 1 2 3 4 5 پس تو نقطه x مساوی 5 فاصله برابر 5 و بعد هر چقدر از x مساوی 5 به سمت مثبت بی نهایت حرکت بکنیم بچه ها فاصله اون از مبدا بیشتر میشه یعنی فاصله از 5 بزرگتر میشه پس این بازه ای که از x مساوی 5 شروع میشه و خود هم شامل میشه تا مثبت بی نهایت نقاطیه که x به اضافه 3 در سمت راست مبدا قرار داره و فاصلهش بزرگتر مساوی 5 یعنی x به اضافه 3 قدر مطلقش بزرگتر مساوی 5 حالا میایم نقاط سمت چپ محور رو سمت چپ مبدا رو بررسی می‌کنیم چه نقطه ای سمت چپ مبدا قرار داره و فاصله اش 5 واحد از مبدا بله نقطه منفی 5 درسته خب پس ما تو نقطه منفی 5 اگه وایسیم فاصله مون از مبدا پنج واحد. حالا اگر از نقطه منفی پنج به سمت منفی بی نهایت حرکت بکنی فاصلمون از مبدع بیشتر میشه یعنی فاصلمون از پنج واحد بیشتر میشه پس در نتیجه این بازی که از منفی پنج شروع میشه و به سمت منفی بی نهایت میره نقاطیه که به ازای اونها یعنی x به اضافه سه که به ازای اونها فاصله از پنج بیشتر فاصله از مبدا از 5 واحد بیشتره به عبارت قدر مطلق از 5 واحد بیشتر خب ولی ما میخوایم مقادیری از x رو پیدا کنیم ما نمیخوایم ببینیم x به اضافه 3 در چه ما الان چیزی که اینجا به دست آوردیم اینه که به ازای x به اضافه 3 هایی که از منفی 5 کوچکتر باشد و یا به ازای x به اضافه 3 هایی که از 5 بزرگتر باشند آنگاه قدر مطلق x به اضافه 3 از 5 بزرگتره. حالا ببینید ما از همین دو تا نامساوی که به دست آوردیم میتونیم مقدار x رو به دست بیاریم به چه صورت به صورت که 3 رو از هر دو طرف نامرابری کم بکنیم پس در نتیجه میشه اگر x کوچکتر از منفی 8 باشه و یا x بزرگتر از دو باشه آنگاه قدر مطلق x به اضافه 3 بزرگتر از 5 ببخشید بزرگتر از 5 حتی من از روی از روی محور اعدادم میتونستم بگم می میگفتم اگر مثلا این نقطه x به اضافه 3 پس خود x از دو واحد کمتر از سه واحد ببخشید کمتر شروع شه یعنی سه واحد باید به سمت چپ حرکت کنم درسته پس به ازای این از این ایکس ها به بعد درسته اگر ایکس از دو بزرگتر باشه آنگاه ایکس به اضافه سه بزرگتر مساوی 5. و همینطور اینجا گفتیم اگر ایکس به اضافه سه کوچکتر ببخشید. اگر خود x به اضافه 3 کوچکتر از منفی 5 باشه حالا دوباره یه 3 واحد اگر به سمت چپ حرکت کنیم یعنی به نقطه منفی 8 برسیم از منفی 8 به بعد ما x هایی رو به دست میاریم که به ازای اونها قدر مطلق یعنی قدر مطلق x به اضافه 3 از 5 بزرگتر باشه درسته خب باز شما به من میگید که ما همیشه دوست نداریم محور اعداد بکشیم بعضی وقتا دوست داریم ریاضی تر حساب کنیم باز از استراتژی دوممون شروع میکنیم میگیم که x به اضافه 3 قدر مطلقش با خود x به اضافه 3 برابره اگر x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 0 باشه و برابره منفی x به اضافه 3 اگر x به اضافه 3 کوچکتر از 0 باشه حالا در نتیجه وقتی که میگیم x به اضافه 3 قدر مطلقش کوچکتر از 5 باشه ببخش بزرگتر از 5 باشه مثل اینه که بگیم وقتی که x به اضافه 3 اگر x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 0 باشه اون موقع قدر مطلق x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 مثل اینه که بگیم خود x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 باشه اما در حالتی که x به اضافه 3 کوچکتر کوچکتر از صفر باشه وقتی که بگیم قدر مطلق x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 مثل اینه منفی x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 خب حالا یه من بار تمیزتر میکنیم این نوشته هامون رو میشه x به اضافه 3 قدر مطلقش بزرگتر مساوی 5 در حالت اول اینجوریه که x بزرگتر از منفی 3 باشه و x اینا من این سمتم ساده می کنم سه واحد از دو طرف کم می کنم x بزرگتر از بزرگتر مساوی 2 باشه و حالت دوم حالتی که x به اضافه 3 کوچکتر از 0 باشه برابر اینه که x خودش کوچکتر از منفی 3 باشه و حالت این که x به اضافه 3 منفیش بزرگتر از پنج باشه اگر ما دو طرف و زب در یه منفی بکنیم و یه سه ازش کم بکنیم میشه x کوچکتر از منفی هشت باشه پس دوباره به همون حالت به همون نتیجه قبلی رسیدیم که به ازای البته چرا به نتیجه قبلی رسیدیم میگیم که حالت اولمون اینه که x بزرگتر مساوی منفی سه باشه و x بزرگتر مساوی دو باشه پس اشتراک این دو حالت میشه x هایی که بزرگتر از بزرگتر مساوی دو و حالت بعدیمون اینه که x کوچکتر از منفی سه و x کوچکتر از منفی هشت باشه. وقتی که میگم و یعنی باید اشتراک این دو حالت رو در نظر بگیریم. یعنی شرایطی که x هر دو شرط رو برآورده کنه. اگر x کوچکتر از منفی 8 باشه حتماًم کوچکتر از منفی 3 هست پس به ازای x های کوچکتر از منفی 8 هر دوی تا شرایط برقرار پس به ازای x های بزرگتر از دو و به ازای x های کوچکتر از منفی 8 قدر مطلق x به اضافه 3 بزرگتر مساوی 5 خب این هم یه مثال دیگه بود که با هم دیگه حل کردیم مرسی که تو این جلسه با من بودید توی جلسه بعد میبینمتون فعلا خدافز